این تصویرم که خیلی هم طولانی بوده در اصلش. ایشون خیلی فیلم های زیاد یا کلیپ های زیاد یا هر اسم روش میذاری رو ساخته، خوبه. با چند مدل دستگاه هم کار میکنه، آموزش هایی هم داره. حالا ما نه ایراد از دستگاهش میخوام بگیریم نه تکنولوژیش نه چیزی، چون از این مدل دست آنتنا تو ایران هم زیاد ساخته شده. تکنیک کاریش تو روش حرکتیش با آنتن خوبه، ولی برای جایی خوبه که شما اول بخوای یه هدف رو در سطح بگیری با تک آنتن پیش بری، بعد اینکه وقتی به صورت خطی جلو میری اگه هدف بزرگ باشه پیدا کردن مرکز هدف یه ذره دشواره. و موضوع دیگه اینه که اگه چندین هدف در اون منطقه وجود داشته باشه خطا زیاد میشه، حتی رو دستگاه هایی که شما ادیت و ترشولد دارید یا فرکانسی هست. حالا اینکه نوع جعبه کنترلش نشون نده یا احتمالا دستگاهش از نوع خوراکیه یا در از مولکولیشن هم بهش میگن. مولکولیشن همون جابجایی ذراته، جابجایی جریانات مولکولی دو جسم نسبت به همه که مخالف هم واکنش نشون میدن و موجب جذب و حرکت آنتن ها میشن. حالا این البته بحثش خیلی گسترده است، ما کوتاه گفتیم، نه این ایراده ملا لغتی ازش بگیرید. توی مجموع کاری که داره با آنتن میکنه بد نیست، خوبه، نسبت به یه محدوده ای که اونقدر آلوده نیست، کوهستانی نیست، یه دسته کارایی داره، کیفیت داره. ولی برای یه عملیات بزرگ حرفه‌ای نمیتونی اینجوری کار کنی، یه هدف تو عمق زیاد رو نمیتونی این کار بکنی که آنتنه بگیری و حرکت کنی بری. از ایشون الان داره توضیحات خودش در مورد عملیاتی که میده بیان میکنه. توی عملیات جستجو با آنتن برعکس این که خیلی ها با آنتن ها درست کار نمیکنن، میان روش دایره‌ای به این شکل استفاده میکنن. ببین همه اینا زمانی کارایی و کاربرد داره که شما قبلا زوایا، اضلاع، نقاط رو به دست آوردین، بعد میخوایم بیان یه نقطه ای رو تست کنیم. بعد این نوع چرخشی ها یا دایره حرکت کردن ها برای اهداف بزرگ زیاد جواب نمیده تو مرحله اول، چون هدف اگه بزرگ باشه یا حتی اگه کوچیک باشه تو عمق زیاد باشه، زاویه درجه حرکتی آنتن شما میتونه با نقص یا نواقص تو تشخیص روبرو شه. اون چیزی هم که ایشون نشون داد بیشتر بحث عملیاتی کارش بود برای مشخص کردن اون هدف یا محدوده هدف، چون بعدا میره با یه دستگاه میبینید که بوغی پالسی بغل دستشه، حالا مارکش که معلوم نیست چیه، ایرادم نمیخوایم از نوع دستگاه بگیریم که بگیم چه موانعی داره، چه ایراداتی داره و چه محاسنی داره. خب آنتنیا نواقص زیادی دارن، خطاهای زیادی میکنن، پالسیام به همین صورتن، مگنومترام همینجورن، فرکانسیام همینجورن، همه دستگاه خطا دارن به نوع خودشون و در حد خودشون. و حالا حذف خطا یا دفع خطا یا ایجاد خطا در اصل با اون اپراتوریه که داره با دستگاه کار میکنه.